تألق درر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض السلام وأدب احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستداران و پیگیری کنندگان برنامه امامان وهابی شیعه. در برنامه دیگر از برنامه امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و موضوعی جدید در این باب. در آغاز این برنامه بنده به نمایندگی شما بینندگان عزیز و از طرف خودم و همکاران خدمت حضرت مولانا عرض سلام دارم و خیر مقدم میگم حضورشون رو در استودیو. خوش آمدید جناب. بندم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند در ذی ادب و وقت بخیر و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در طول برنامه در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز ان شاء الله خواهم بود. خدمت از ماست حضرت مولانا. بینندگان برنامه امامان وهابی شیعه به خوبی به خاطر دارند که این برنامه در اولین قسمتش نامه ای خطاب به مراجع و محققین معاصر شیعه که در بررسی وهابیت به تعبیر خودشون ید طولا دارند و گوی سبقت از دیگران رو بودند، نامه ای نوشته شد و فرستاده شد و بعد از گذشت حدود 5 ماه که امروز 150 روز ارسال این نامه است به این حضرات آیات، همچنان برنامه امامان وهابی شیعه منتظر پاسخ این نامه است. نامه ای که یک سوال بسیار واضح و آشکار داره و بدیهی، و اون هم بررسی کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب و تضادش و اختلافش با اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت. این نامه برای 3 نفر از بزرگان و از محققین و دو نفر از این 3 بزرگوار از مراجع تقلید معاصر شیعه است، آیت الله العظما مکارم شیرازی، همچنین آیت الله العظما جعفر سبحانی و جناب آیت الله نجم الدین طبسی که تألیفاتی در باب به قول خود ایشان وهابیت داشته اند. نامه ای با این محتوا ارسال شده که بنده نامه ای رو که خدمت آیت الله العظما مکارم شیرازی ارسال شده خدمت شما عزیزان قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی دامت حفاظتهم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تعریف عقیدتی شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد، انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید و برای اینکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید، ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد و چنان که کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراماً نظر خیش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گذاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. اما با وجود گذشته 150 روز، حدود 5 ماه، دقیقاً 5 ماه، امروز 5 ماه از ارسال این نامه بین حضرات آیات گذشت و با وجود اینکه ما پیشاپیش تشکر و سپاس خود رو از پاسخگویی ابراز داشتیم، اما همچنان این تشکر ما منتظر پاسخ است و منتظر جواب، یک جواب علمی و بسیار ساده که فکر نمی کنیم برای این حضرات آیات که این همه در باب وهابیت
به صورت زیاد و پررنگ ویراج میدن و شعار میدن و میترسانن امت رو از این دشمن، از این دشمنی که گویی بزرگترین دشمن اسلام و مسلمین است. فعلا نمیدانیم چرا این دشمن انقدر شناخته شده نیست برای این آقایان، و یا پشت پرده حکایت های دیگری نهفته است چرا پاسخگوی این نامه نیستند. 150 روز گذشت و همچنان برنامه امامان وهابی شیعه منتظر پاسخ آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله العظما مکارم شیرازی و آیت الله العظما جعفر سبحانی و آیت الله نجم الدین طبسی و همه شاگردان این مراجع عظام است تا پاسخگو باشند، و این حکایت همچنان ادامه خواهد داشت تا روزی که یا پاسخی به ما برسد و یا اینکه دیگر خود به خود بینندگان تا الان هم به جواب رسیدن بیشتر و بیشتر یقین پیدا خواهند کرد که پاسخی نیست و هر آنچه که گفته شده است جز تقیه و جز با عرض پوزش تکذیب و تحریف و تدلیس و دروغ چیز دیگری نبوده است. در برنامه امروز هم همچنان با حضرت مولانا باب دیگری از بابهای کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو به عرض خواهیم گذاشت تا ببینیم که این کتاب که مال شیخ محمد ابن عبدالوهاب است و به تعبیر این آقایان مراجع آیات عظام رهبر فرقه وهابیت، ببینیم چه تعارضی داره و چه اختلافی با عقیده امامان اهل بیت. اگر این آیات عظام پاسخ نمیدند ما همچنان موضوع ادامه خواهیم داد و پاسخ رو بینندگان دریافت خواهند کرد. حضرت مولانا امروز چه بابی رو برای ما بینندگان در نظر گرفتید؟ الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. در یکی دو برنامه گذشته در مورد عبادت تقرب به وسیله ذبح برای الله متعال خدمت بینندگان عزیز مطالبی رو و دو باب رو از ابواب کتاب توحید بررسی کردیم، باب 9 و باب 10 این کتاب رو. و بحث امروز ما در مورد یکی دیگر از گونه های مطالبی هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این کتاب آوردند که مکمل باب توحید هست، دلالت بر این دارد انسانی که توحیدش کامل باشد، اعتمادش بر الله و اقتدایش به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر باشد، باید که به این نکات ریزی که وجود دارند باید با دقت عمل بکند، بفهمد، درک بکند، معتقد باشد و نهایتاً عمل بکند. ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافّة. کافّة یعنی تمام جوانب مواردی را که جزء باب توحید هستند، جزء ویژگی هایی هستند که از جانب الله متعال، جزء ویژگی های الله متعال هستند و جزء نعمت هایی هستند و ویژگی هایی که از جانب الله متعال به بندگان عنایت می شوند، تمامی این موارد رو انسان باید به صورت کامل و دقیق بفهمد، بداند. این گونه نباشد که سراغ کسی دیگر برود در این زمینه ها. یکی از این زمینه ها بحث تبرک است که متاسفانه گونه های شرعیش را مردم رها کردند و به گونه های نامشروعش و بدعتش روی آوردند. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه این مطلب را در باب 8 کتاب التوحید خودشون معرفی کردند بین عنوان که باب من تبرک بشجرت او حجر و نحوهما، در مورد کسی که تبرک بجوید از درختی یا از سنگی و نحوه ما یا امثال اینها، درختی باشه، سنگی باشه، کلوخی باشه، موارد دیگری که باشند، حکم تبرک از اونها چی هست. و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بنابر اختصاری رو که مرادشون هست در این کتاب که به صورت خیلی مختصر و گزیده مطالب رو معرفی کردن، صرفا یک نمادی از نمادهای تبرک نامشروع را عنوان کردن که در واقع بیانگر بسیاری از مسائل هست و متاسفانه بیشترین تبرک های نامشروعی که امروز صورت میگیرد همه برمیگردند به این نوعی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این کتاب ذکر کردند. پس بنابراین موضوع برنامه ما در این هفته باب 8 کتاب توحید هست و در مورد تبرک مشروع و تبرک نامشروع
چه مواردی مشروع هستند، دلیل شرعی دارند و چه مواردی نامشروع هستند و مورد تأیید الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستند. پس امروز درباره تبرک به همراه شما بینندگان عزیز و حضرت مولانا صحبت خواهیم کرد. موضوع صحبت ما در این برنامه تبرک شرعی، تبرک مشروع و تبرک نامشروع است. آنچه که در بحث تبرک حتما برای شما عزیزان سوالهای بسیاری در ذهن شما خواهد بود و هست در باب تبرک، که اصلا تبرک چیست و به چه معنایی است، بر چه مفاهیمی اطلاق میشه و مشروعش چگونه است، انواع و اقسام مشروعش، نامشروعش چگونه است. این بحث رو انشاءالله تا پایان به همراه ما باشید تا انشاءالله در خدمت حضرت مولانا استفاده بکنیم از صحبتشون. حضرت مولانا اجازه بدید ما بحث رو از خود کلمه تبرک آغاز بکنیم، برای اینکه به هر حال بحث علمی تر باشه و دقیق تر باشه، ما شناختی بد داشته باشیم نسبت به خود کلمه تبرک. اصلا خود تبرک به چه معناست؟ وقتی که ما میگیم تبرک، معنای لغویش و معنای اصطلاحیش چه مراد هست؟ اصل کلمه تبرک به معنی طلب برکت هست، که انسان از یک چیزی یا از یک انسانی برکتی رو بخواهد حاصل بکند، تقاضای برکتی رو داشته باشد. و برکت و اساساً ماده بروک که در مورد شطور استفاده می شود به معنی خوابیدن هست، یعنی مستقیم بر خود معنی کلمه که برکه الابل یعنی شطور خوابید روی زمین، یعنی یک جای مستقر شد. این دلیل بر ثبوت هست که در فلانجا الان این شطور خوابیده و مکانش در واقع فلانجا هست. و ماده برکت شبیه برکه هست و یک در واقع مناسبتی رو هم با هم دیگر دارند. برکه چون که محل آب هست، برکه‌ای که گفته می شود محل آب هست، محل استقرار آب هست و دلالت بر دو تا گونه داره. یکی این که مثل کلمه برکه که دلالت بر ثبوت داره، برکه محل تجمع آب هست. این یک گوشه معنیش هست و گوشه دیگرش این است که به معنی خیر کثیر هست، به معنی یعنی زیاد هست، چون که معمولا در برکه آبی که جمع می شود بیشتر از آبی هست که در یک نهر وجود داره و در مسیری هست که به برکه می رسد، در برکه جمع می شود و با هم دیگر یک جا می شوند و زیاد می شود. و ماده برکت هم دقیقا همین معنی رو دارد. پس بنابراین از نظر لغوی به معنی تجمع هست، به معنی کثرت هست کلمه برکت. و از نظر لغوی وقتی که در امور شرعی ما از اون بحث میکنیم، در آیات قرآن، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که ما میگیم فلان چیز برکت دارد یا طلب برکت میکنند، تبرک میجویند، این به معنی خیری هست که در یک چیزی نهفته هست، یعنی یک خیری از جانب الله متعال در یک شیء قرار داده شده است. آن خیری را که در فلان شیء مشخص قرار داده شده از جانب الله متعال، ما برای طلب این خیر و برکت باید اقدامی رو داشته باشیم و از آن چیز این خیر رو ما در واقع طلب بکنیم. پس بنابراین تبرک به معنی طلب خیر هست، طلب خیری هست که از جانب الله متعال در یک مورد مشخصی، در یک شخص مشخصی یا شیء مشخصی اعلام شده که در فلان چیز برکت وجود دارد و ما طلب برکت و طلب خیر میکنیم از آن چیزی که در واقع برکت الهی در آن وجود دارد. خود این تبرک، حالا این معناش رو که شما فرمودید، در خود شعر مقدس اسلام در آیات و روایات اگر بخوایم بررسی بکنیم، قواعد و ضوابطی طبیعتاً داره دیگه، حتما. یعنی ما چگونه بفهمیم که آنچه که ما انجام میدیم در باب تبرک بر چه مبنایی درست خواهد بود، چه مبنایی نادرست خواهد بود؟ آیا همه مواردی که ما فکر میکنیم که اینجا خیر کثیری وجود داره و اینجا من خیر طلب میکنم درست است؟ چه قاعده و ضوابط رو باید رعایت بکنیم؟ آن گونه که از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیاد و آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت و روش مبارک ایشان و همچنین بعد از ایشان اهل بیت ایشان و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، باید ما در این زمینه چند نقطه را حتما باید مد نظر داشته باشیم. برای این که موضوع تبرک را به صورت کلی ما یک اشراف کاملی بر آن داشته باشیم،
و مفهوم تبرک کاملا در ذهن ما وجود داشته باشه، یک فهم درستی رو داشته باشیم، باید به چند نقطه اساسی حتما باید در این زمینه دقت بکنیم. وقتی که ما میگیم که برکت به معنی خیر هست، اونم خیر الهی، بدین معنی هست که برکت فقط و فقط از جانب الله متعال حاصل میشود. همان گونه که رزق از جانب الله متعال هست، روزی از جانب الله متعال هست، صحت و عافیت و بقیه نعمتهایی که انسان دارد صرفاً از جانب الله متعال هست، منبع و مرجعش صرفاً الله متعال هست، منبع خیر فقط و فقط الله متعال هست. اون گونه که در آیات متعددی به این اشاره شده و با لفظ تبارک در قرآن کریم برای الله متعال استفاده شده و از این برمیاد که خیر فقط و فقط از جانب الله متعال هست. این نقطه اول هست. بیدک الخیر یا تبارک الذی بیده الملک، یعنی تمام آیاتی که احسن الخالقین، بله، در مورد الله متعال به معنی بگویا این است که الله متعال خجسته و مبارک و دارای و صاحب برکت است. پس بنابراین برکت اساسا از جانب الله متعال هست. همان گونه که ما صحت و عافیت را، رزق و روزی را و بقیه نعمت‌ها را نمی‌توانیم از غیر الله متعال طلب بکنیم و امید داشته باشیم، برکت را هم باید صرفاً از جانب الله متعال ما دریافت بکنیم. برکت صرفاً از جانب الله متعال است. هر موردی را و هر انسانی را که الله متعال بخواهد اون را مبارک قرار می‌دهد. هر چیزی را که الله متعال بخواهد آن را مبارک قرار می‌دهد. پس بنابراین نقطه اول این است که برکت صرفاً از جانب الله متعال هست. خب درجه بعدی، وقتی که ما معتقد به این هستیم که برکت صرفاً از جانب الله متعال باشد، برای ثبوت برکت و برای ادعای برکت در فلان چیز یا فلان انسان باید حتما دلیل شرعی باشد، از آیات قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی وقتی بهش شرعی پیدا میکنه، یعنی فقط از کانال قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که ما متوجه میشویم و به این نتیجه میرسیم که فلان چیز مبارک است. چون ما نسبت دادیم که همه برکت از آن الله متعال هست، خود بله. همین نسبت دادنش به الله متعال رو ما نمیتونیم از پیش خودمون ثابت بکنیم. نیاز به وحی داریم. نیاز به وحی داریم که الله متعال فرموده باشند که فلان چیز مبارک است یا فلان انسان در واقع مبارک است. یعنی این که اعلام مبارک بودن یک چیز یا وجود برکت در یک چیزی صرفاً از جانب الله متعال هست. من نمیتونم که از طرف خودم یک چیزی رو مبارک بگردانم، زیرا که من اساساً صاحب برکت نیستم. برکت از جانب من نیست، از جانب الله متعال هست. این مبارک بگردانیم چون ببخشید میونه کلامتون، چون یکمی واضح‌تر بشه برای ما بینندگان، یعنی چی؟ مثلا یک چیزی رو من میخوام مبارک بگردونم، این دید مبارک بودن به یک شی چطور میشه که ما برای اینکه یک شی رو مبارک بدونیم، خیر کثیر با آن تعبیری که شما در ترجمه تبرک گفتید و کلمه برکه، این یعنی چی؟ چه معنی است که نیاز به وحی داره؟ مشکلش کجاست که حتما باید تایید وحی داشته باشه؟ اگر این گونه باشد که، یعنی متاسفانه بسیاری سوء استفاده میکنند، ادعا کردن زیاد هست. خیلی مردم ادعا می کنند که در فلان جا من برکتی رو حاصل کردم، به من برکتی رسیده و این منجر به یک نوع شرک و در واقع بدعت و خرافاتی می شود و متاسفانه سوء استفاده های زیادی در این زمینه صورت می گیرد. پس بنابراین وقتی که من به عنوان یک مسلمان معتقد هستم که هر چیزی که به من می رسد از جانب الله متعال می رسد و الله متعال هست که یک موردی را مبارک قرار می دهد، پس بنابراین باید دلیل شرعیش رو من باید از الله و رسول باید تحویل بگیرم. وجود برکت یک چیزی نیست که من با حس خودم بتوانم اونو احساس بکنم یا دریافتش بکنم یا معتقدش باشم. صرفا الله متعال وقتی که خیری رو در یک شیء قرار داده باشد، باید دلیلی از قرآن باشد یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فلان چیز برکت دارد، وگرنه ادعای محض باشد هم هر کسی میتواند که ادعایی رو بکند. پس بنابراین برکت صرفا از جانب الله متعال هست. اولیش. دوم، برای ثبوت برکت، برای معتقد به مبارک بودن فلان چیز، باید دلیل شرعی باشد.
الله و رسول به ما گفته باشند که فلان چیز برکت دارد، پس بنابراین شما از فلان چیز برکت بجویید، تبرک بگیرید. بله. این مورد دوم هست. مورد سوم که بسیار مهم هست این است که روش و کیفیت حصول برکت از یک شی باید هم معرفی شده باشد از جانب الله و رسول. این گونه نیست که ما با حدس و گمان خودمان، با تجربه خودمان، با یک کیفیت نامشروعی بیایم یک در واقع تبرک بجوییم. یعنی قرآن مبارک هست، خب نوع برکتش و وسیله و راه حصول تبرک از قرآن کریم یا از رسول الله صلی الله علیه و سلم یا از بقیه موارد حتما باید مورد تأیید الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. هر کسی به هر نحوی که خواست، به یک نحوی که بدعتگونه باشد و مورد تأیید شرع نباشد، چون این اجازه در واقع ندارد و اساسا برکت به اون گونه‌ای که شاید رواج داشته باشد حاصل نمی شود. یعنی صرفا برکت رو باید به این در واقع دریافت بکنیم که از راه مشروعش باشد. به طور مثال اگر ما در یک خونه به طور مثال قرآنی گذاشته باشه، اونو تو جل بگذاریم و تو تاخچه بگذاریم، خب برای ما چه نفعی رو دارد این که وجود یک کتاب مقدس، کلام الهی در یک جای؟ آیا این ما رو مبارک می کند؟ آیا این روش صحیح تبرک به قرآن و به آیات قرآن هست که قرآن رو در تاخچه بگذاریم به این امید که ما و خانواده در واقع حفظ بشیم جن و جن فرار بکنه و برکتی به ما حاصل بشه؟ قطعا این گونه نیست. پس بنابراین هم برکت از جانب الله متعال هست و هم انسانهای مبارک و اشیاء مبارک باید از جانب الله متعال معرفی بشن و هم نوع حصول برکت و تبرک جستن هم باید مورد تأیید از جانب الله متعال باشد. اینها تقریبا سه قاعده هست. اگر این سه قاعده را ما همیشه مد نظر داشته باشیم و در هر موردی که میخواییم تبرک بجوییم اینها را اساسا بررسی بکنیم، آیا در قرآن این برکت وجود دارد در فلان چیزی که من از آن تبرک میجویم؟ آیا در قرآن کریم دلیلی برای مبارک بودن فلان چیز هست یا نیست؟ اگر هست میریم سراغ مرحله بعدی، راه حصول این تبرک از این شیء مبارک به چه گونه هست که هر دوش برمیگردد به آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله و نحوهی که در شریعت بیان شده. وقتی که ما از یک شیئی که اساساً الله و رسول اعلام کردند که مبارک هست با راه و روش مشروعی تبرک بجوییم، یعنی این که این تبرک ما تبرک مشروعی هست، مورد تأیید الله و رسول است. اما اگر در از یک چیزی که اعلام نشده از جانب الله و رسول که فلان چیز برکت دارد، یا این که ما به روش نامشروعی از آن طلب برکت بکنیم تبرک بجوییم، این بدین معنی هست که این مورد در واقع نامشروع هست. نامشروع بودنش به خاطر این که در اصلش برکت وجود ندارد، یا راهی که ما رفتیم برای تبرک جستن این راه مورد تأیید الله و رسول نیست. حضرت مولانا، این سوال پیش میاد که اصلا موضوع تبرک وقتی که الان قواعد و ضوابط شما بسیار مهم اشاره فرمودید، یعنی اینکه یک کار عادی نیست این کار، یعنی اینجوری نیست که من از پیش خودم هر جوری که دوست داشته باشم با قضیه برخورد بکنم، چون ارتباط پیدا میکنه با بحث دین و بحث یک نیروی خارق العاده. اصلا هدف از این تبرک چیست؟ یا کسی که وقتی تبرک میگیره چرا میره سراغ این قضیه؟ مثلا آیا این تبرک با اون رفتار روزمره ما فرق میکنه؟ من الان مثلا آب میخورم برای رفع یک حاجتی، من از یک وسیله استفاده میکنم، غذایی از یک شیء، حالا چی میشه که یک بودی از این افعال بحث تبرک پیدا میکنه، قداست پیدا میکنه، ربط پیدا میکنه مسئله شر و نیاز به وحی پیدا میکنه؟ اصلا هدف از این تبرک چیه؟ چرا مهمه این کار؟ چرا مهم میشه این کار؟ اصلا این برمیگرده به این که ما انواع تبرک مجاز را باید مد نظر داشته باشیم. برخی از این موارد یک موارد صرفاً یعنی معنوی هستند، شاید موارد حسی نیست که ما بتوانیم اون رو حس بکنیم. مانند قرآن کریم که الله متعال میفرماید کتاب انزلناه الیک مبارکون، یک کتاب مبارکی هست که ما بر تو نازل کردیم. این صرفاً یک جنبه روحی و معنوی دارد، یعنی مبارک بودن قرآن کریم و برکتی که از قرآن کریم به کسانی که حافظ قرآن هستند یا قرآن رو تلاوت می کنند یا عامل بر قرآن هستند در واقع به اونها می رسد. یک امر کاملا معنوی و در واقع غیر حسی هست و برخی از مواردش موارد حسی هستند.
بله. مواردی دیگر داریم که اینها موارد حسی هستند، مانند در واقع بسیاری از نوشیدنی ها یا خوردنی ها که از جانب الله متعال اعلام شده از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم که یک نوع برکت خاصی را دارند. وقتی ما میگیم که با برکت خاصی در آن وجود دارد، یعنی یک تأثیر مضاعف از تأثیر مادی در واقع داشته باشند، تقریبا میشه تعبیر کرد که یعنی تأثیر خارق‌العاده‌ای رو از جانب الله متعال در فلان چیز وجود داشته باشه. و خود این انواع تبرک رو وقتی که ما بخوایم بررسی بکنیم، خصوصا انواع تبرک مشروع که با همون چند نقطه‌ای که عرض کردم که از جانب الله متعال برکت حاصل شده باشد و الله متعال اعلام کرده باشد که فلان چیز مبارک هست و روش حصول برکت رو الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم باید معرفی کرده باشند، عموما در پنج قسمت ما میتونیم اینو تقسیم بکنیم، پنج نوع یعنی میتونیم تقسیم بکنیم. تبرک جایز رو بله. تبرک به اشخاص بله. مانند انبیا و انسانهای نیکوکار، اولیاء الله و انسانهایی که صالح هستند، اهل علم هستند، تبرک به اشخاص. و تبرک دوم تبرک به اقوال و افعال، یعنی حرفهایی که ما میزنیم مانند تلاوت قرآن کریم یا افعالی که ما انجام میدهیم که برکتی رو داشته باشم که نوش رو انشالله عرض خواهم کرد. و تبرک سوم تبرک از اماکن هست، اماکنی که از جانب الله متعال اعلام شده که این اماکن مبارک هستند. و نوع چهارم تبرک جستن از زمان هست، زمانهایی رو که الله متعال انتخاب کرده یک نوع برکت و فضیلت خاصی رو به این زمانها داده. و نوع پنجم به صورت کلی خوراکی ها، خوردنی ها و نوشیدنی هایی که در قرآن کریم یا در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان اموری که یا اشیایی که در آن برکتی وجود دارند، یک مقدار متفاوت هستند با خوراکی‌های دیگر. به صورت کلی ما میتونیم که تبرک مشروع را به این پنج قسم تقسیم بکنیم و هر قسمی و نوعی از این انواع دلیل خاص خودشو داره، با همون تعبیری که عرض کردم باید از جانب الله متعال تعیین شده باشه و صرفا این با دلیل صحیح ثابت شده باشه. و طلب تبرک و تبرک جستن، طلب برکت از این اشیا صرفاً باید با همان مجوز و با راهکار و روشی باشد که در شریعت اسلامی مورد تایید قرار گرفته باشد. خیلی ممنون حضرت مولانا، اگر اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود همچنان با توضیحات بیشتر در باب توسل تبرک مشروع و اقسام پنجگانه که حضرت مولانا اشاره فرمودند. ان شاء الله بعد از یک میان برنامه همراه ما باشید با جزئیات بیشتر موضوع تبرک. چرا مراجع شیعه پاسخ نمی دهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیره هم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را روسیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواستند گفته و نوشتند و مردم را از عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آن که حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد، از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما جعفر سبحانی دامت حفاظتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دامت الله. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی دامت حفاظتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی
حداقل سه عنوان از ابواب کتاب التوحید. مهمترین تعلیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان دوازدهگانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارضه امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل سه باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراماً نظر خیش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن: الف، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با، امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال، عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد. و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های امامان وهابی شیعه با موضوع تبرک مشروع و نامشروع. حضرت مولانا اشاره فرمودن به موضوع تبرک و اینکه مراد از تبرک طلب خیر کثیر هست و ضوابطی رو در این باب بیان فرمودن که اولا باید تبرک فراموش نکنیم که هر خیر و برکتی و هر خصوص موضوع برکت که محور سخن ماست از طرف الله متعال است و در ثانی برای اثبات آن نیاز به نص صحیح و صریح داریم. آیات کلام الله مجید و روایات صحیح رسول صلی الله علیه و سلم دو نوع وحی. و موضوع سوم که خود طریقه به دست آوردن این تبرک هم باید شرعی باشه و مثال ساده تری که در باب استفاده از ثمرات تبرک اگه بخوایم بگیم، حکایت داروست و اینکه وقتی کسی بخواد از یک داروی استفاده بکنه حتما باید اولا یک متخصصی این موضوع رو، این دارو رو برای او تجهیز بکنه، در ثانی خود دارو ما از شرکتی که میگیریم و از محلی که تهیه میکنیم صاحب اون محل شناخته شده باشه و مطمئن باشیم که این دارو همان داروست و صحیح و درست ساخته شده. و موضوع بعدی هم که طبق نسخه و دستور استفاده بشه، نه اینکه هر جوری که خودمون دوست داشتیم بیایم و چون بگیم دارو هست دیگه به هر حال هر جوری که دوست داشتیم و هر رقمی که دوست داشتیم استفاده بکنیم. حضرت مولانا قبل از میان برنامه اشاره کردن به موضوع توسل های مشروع و اقسام پنجگانه ای رو ذکر کردن. جناب مولانا در باب توسل تبرک، من این توسل هی سر زبان من توسل میاد، تبرک مشروع که فرمودید تبرک مشروع داریم، پس
آنچه که به ذهن میرسه تبرک دو قسمت هست، یک مشروع داریم یعنی نامشروع هم داریم، پس هر نوع تبرکی ثابت نیست. ولی این که طبق این سه قاعده که اشاره فرمودید هم باشه یا نه، اینا طبق این سه قاعده که باشه دیگه میشه مشروع، میشه مشروع هم دیگه نامشروع این سه قاعده توش تطبیق پیدا میکنه. این پنج قسمتی که اشاره فرمودید که تبرک مشروع ما داریم و اگر بخوایم در جزئیاتش بیشتر وارد بشیم، قسمت اول فرمودید تبرک به اولیاء الله. مراد از تبرک به اولیاء الله چیست و چه قسمت هایی در کتاب و سنت صحیح ثابت شده و به چه شکلی تبرک صورت میگیره؟ در مورد نوع اولش که بهتر از بگیم که تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عام نیست برای همه اولیاء؟ نه، برای همه اولیاء الله عام نیست، یک محدودیتی رو داره و به صورت خاص‌تر هست برای افراد دیگر که برای اولیاء الله که نوع تبرک از اولیاء الهی رو ان شاء الله عرض خواهم کرد، متفاوت است. در مورد ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم یا به صورت کلی توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم رو وقتی بخوایم بررسی بکنیم، میشه که اینو برای اینکه واضح‌تر و آشکارتر بشه بعد به دو گونه اینو تقسیم کرد. یکی تبرک به تبرک از اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی با پیروی کردن از رسول الله، نه بر نقش قدم ایشان گام برداشتن، احترام گذاشتن به حرفه های ایشان و عمل کردن بر سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و به صورت کلی دینی رو که ایشان آوردن ما بر این عمل بکنیم، این باعث این می شود که انسان برکت حاصل بکند، یعنی خیلی از جانب زندگیش با برکت می شود، وجودش با برکت می شود. و دلیلش هم آیه از قرآن کریم هست که در سوره آل عمران الله تعالی می فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بله، اگر شما مدعی محبت با الله متعال هستید، تنها راهش این است که از من پیروی بکنید. امکان ندارد کسی به محبت الله متعال برسد، محب الله یا محبوب الله باشد، مگر این که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اتباع و پیروی بکنند. و اتبعوا لعلکم تهتدون لعلکم ترحمون. بله، و تعابیر مختلف. قطعا. پس بنابراین برای این که ما محبوب الله متعال قرار بگیریم، راهش این است که باید متبع و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله متعال شما رو دوست خواهد دار. خب بعد از این چی می شود؟ وقتی که انسان به خاطر اتباع و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب الله متعال قرار می گیرد، چه تأثیری دارد، چه خیری و برکتی به ما می رسد که در ادامه الله متعال بیان می کند که یحببکم الله، الله متعال شما را دوست می دارد. و این خود دوست داشتن الله متعال خودش هم یک خیر هست، خودش اصلا ابواب خیر رو سمت انسان جاری. زیرا که در روایت متعددی داریم زمانی که الله متعال یک انسانی رو دوست بدارد، بعد از آن در آسمان صدا میزند، جبریل رو ماموریت میدهد که برو اعلام بکن که الله متعال فلان انسان را دوست دارد، شما هم دوستش داشته باشید. و اهل آسمان فرشتگان اون انسان را به خاطر این که محبوب الله متعال هست دوست میدارند. و در مرحله بعدی ثم یوزع له القبول فی الارض، در میان مردم مقبولیت میابد، در دلهای مردم جا میگیرد. خود این که مردم نسبت به اون حسن ظن داشته باشند، ارادت داشته باشند، اون رو به عنوان یک انسان نیکوکاری و قبول داشته باشند، محبوب دلهایشون باشه، کسی از اون رنجیده خاطر نشود، این خودش یک نعمت عظیم و برکت عظیمی هست از جانب الله متعال. پس بنابراین این از کجا به وجود آمد؟ به خاطر اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم. بالاترین برکتش این است که انسان محبوب الله می شود، وقتی که محبوب الله شد، محبوب فرشتگان و محبوب انسان ها هم در واقع قرار خواهد گرفت. و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهان شما را می بخشد. ما می دونیم که گناه یک نوع شوم هست و یک نوع نحوستی رو در واقع داره، بدشگونی رو داره برای انسان، که گناه نشانه دوری از الله متعال هست. در روایت اومده هرچند که انسان گناه بیشتری رو انجام بده، بر قلبش لکه سیاهی اضافه می شود، اگر توبه بکند این زدوده می شود، وگرنه رفته رفته قلبش سیاه می شود و نهایتا مانند کوزه‌ای خواهد بود که اون رو وارونه بگذارند،
این هرچی بر روش آب بریزند داخلش نم نمیگیرد، هیچ تأثیری هم نداره، نپر از آب میشه و حتی نمی هم نمیگیرد، به خاطر درهای برکت رو میبنده، میبنده و الله متعال بر چنین قلبی مهر میزند. وقتی که الله متعال گناهان انسان را معاف بکند، یعنی این که هیچ گناهی رو انسان انجام نداده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که الله یغفر الذنوب جميعا، بله تمام گناهان شما رو میبخشد مانند روز اول برمیگردید. و در این زمینه به خاطر اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه هایش مانند نماز هست که هر نمازی تا نماز بعدی کفاره هست، این جمعه تا جمعه بعدی کفاره هست و رمضان تا رمضان بعدی کفاره گناهان هست و حج کردن کفاره گناهان، کسی حج بکند رجع کیوم ولدت امه. پس بنابراین تمام اینها آثار اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهان شما را الله متعال میبخشد و الله غفور و رحیم، که الله متعال غفور و رحیم هست. این در آیه 31 سوره آل عمران. بله. پس بنابراین بهتر یکی از گناه های تبرک جستن به رسول الله صلی الله علیه و سلم با اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اعمالی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کردن به عنوان سیرهشون معرفی شده برای ما و رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادن، اگر ما هم همان اعمال را با همان کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادن، قطعا ما هم مبارک خواهیم شد و از این برکت و خیر الهی نصیب ما هم خواهد شد. پس حضرت مولانا ببخشید میکنمتون، الان ما مشاهده میکنیم بعضی وقتها برخی از اشخاص، حالا روی اینکه شرعی است کارشون یا غیر شرعی خود به خود مشخص خواهد شد در خلال سخن شما، که به یک شیء تبرک میجورن و فلان مال فلان ولی است فلان نبی است و به این نیت که یک خیری گیرشون میاد. بهترین روش پس این هست که ما بیایم و ببینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان عبادت، فلان ذکر، فلان کار را انجام دادن، ما با تمثیل اون و اتباع از اون و انجام اون داریم تبرک میجوریم دیگه، خودش یعنی خیر کسی رو در زندگی میاریم و مطمئنم هستیم که چه گناهی انجام ندادیم و تقرب به الله متعال هم انجام میدیم این کارا. قطعا این گونه هست. وقتی که ما میخوایم تبرک بجوییم، یعنی این که وضعیت ما بهتر بشود، آرامش بیشتری در زندگی ما به وجود بیاد، در وجود ما، در مال ما، در اهل و اولاد ما الله متعال برکتی رو بده و ما بتونیم که با آرامش و آسایش بیشتری زندگی بکنیم. و وقتی که ما دقیقاً متبع و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و نهایتاً محبوب الله متعال باشیم، گناهان ما را الله متعال مغفرت بفرماید، قطعاً ما سبکبال خواهیم بود از نظر روحی و روانی و از نظر جسمانی هم تأثیر بسیار زیادی را دارند. و اون گونه که مشاهد است که معمولاً علما و کسانی که اهل علم هستند، این قوت و نیروی خودشون را، شادابی خودشون را تا آخر عمر هم به همراه دارند. و دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این زمینه شامل حال محدثین و اهل علم هم در واقع هست. در این زمینه هیچ گونه اشکالی وجود نداره. فکر نمی کنم مسلمانی وجود داشته باشه که این نوع را قبول نکند، بگوید که اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم برکتی نداشته باشد. برابر اتفاق است که بله، اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم سبب خیر کثیری برای انسان می شود. مورد اول هست. بله. مورد دومش که باز هم مورد اتفاق تمام مسلمانان هست، تبرک به ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم و به آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یعنی چی؟ به ذات رسول الله، یعنی وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم و آثار ایشون. ذاتشون یعنی وجود مقدس ایشون، یعنی خود جسم و جان رسول الله صلی الله علیه و سلم. آثارشون یعنی اشیاری که نسبت دارد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند لباسشون، مانند مویشون یا تمام چیزهایی که جسد مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها در تماس داشته و در ارتباط بوده، باشه، ظرفی باشه، بله، کاسه‌ای باشه، کفشی باشه، تمام اینها در واقع داخل هستن. و این یکی از خصایص و ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم است، قابل تعدی نیست، یعنی خاص ایشون هست و دلایلش بسیار زیاد هستند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، تبرک به ذات نازنینشون و آثار ایشون.
مثلا چند نمونه از اینها اگر عرض خواهم کرد. این مورد اتفاق تمام مسلمانان است، هم سلفی و هم خلفی و وهابی و غیر وهابی و شیعه و سنی. فکر نمی کنم در این زمینه اشکالی داشته باشند، مگر کسانی که متهم می کنند وهابیت را که وهابیت قبول ندارند تبرک جستن به آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم را، که این گونه نیست، بلکه این واقعیتی هست و یک امر مسلمی هست که در مورد ذات و آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد اجماع هست و شیخ محمد ابن عبدالوهاب و دیگر علما اهل سنت و الجماعت، ائمه بزرگوار اهل سنت و الجماعت، همه این مورد را قبول دارند. الان نمونه هایی رو که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که اصحاب تبرک می جستن به ایشون فراوان هست، بسیار زیاد. ما نمونه های بسیار زیادی رو داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک می جستن، آن هم با روایات صحیح و صریح و روایات متفق علیهی که خیلی زیاد هم در واقع هستن. به طور مثال روایتی هست در صحیح مسلم از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که ایشون افتخار خدمتگزاری به رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در تمام 10 سالی رو که ایشون در مدینه منوره بودن این افتخار را داشتن و بیشتر از هر کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک بودن. از اصحاب. بله. یکی از مواردی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار جلب توجه می کرد این روایتی هست که حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان میکنه. ایشون میگه که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز فجر رو میخوندند، بعد از نماز فجر و نماز صبح، انس میگه که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز صبح رو میخوندند و از مسجد بیرون میامدند، اذا صلی القضاة جاء خدم المدینة بآنیتهم فیها الماء، خدمتگزاران مدینه، برده هایی که در مدینه بودن، هر کسی برده ای داشت، خدمتگزاری داشت، هر کسی می اومدن دم در مسجد و یک کاسه آب دستشون بود و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می اومدن بیرون دست مبارکشون رو تو این کاسه آب می گذاشتند تا تبرک بشه، تبرک حاصل بشه و مردم این آب رو هر کسی می بردن برای خودشون استفاده می کردن و می نوشن. نقل صحیح و صحیح نقل صحیح در روایت صحیح مسلم هست و روایت از حضرت انس رضی الله تعالی عنه هست و 100% هم صحیحه که رسول الله صلی الله علیه وسلم دستشون رو در کاسه آب، یعنی هم به اندازه مشهور و معهود بوده که حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که بعد از نماز خدمتگزاران مردم مدینه، برده هایشون و کلفت هایشون، نوکر هایشون، کاسه های آبی رو دستشون بود و می اومدن دم در مسجد و رسول الله صلی الله علیه وسلم که بیرون می اومدن دست مبارکشون رو می گذاشتن داخل این آب تا اینکه آب متبرک بشه، مردم می رفتن اون رو می خوردن یا آبی بر اون اضافه می کردن و استفاده می کردن. و نقطه جالبی که دلالت بر رحمت و رعفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دارن این است که حضرت انس رضی الله تعالی عنه می گوید که فربما جاءه فی الغدات البارده فیغمس یده فیها. بعضی اوقات، یعنی روزهای سرد زمستانی بود، اونم بعد از نماز فجر، آب سرد در زمستان سرد وقتی می اومدن باز هم رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون هوای سرد دست خودشون تو این آب می زدند. آب هم سرد بود. بله واقعا. این یک موردی هست که یعنی ثابت هست، هیچ کسی روی این حرفی رو نداره. این تبرک جزء تبرک به ذات نبی علیه الصلاة و السلام حساب بله. شد. تبرک به ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. دست ایشون مبارک بوده. وقتی که در آبی هم که قرار می دادن اون آب برکت می گرفته و آب در واقع مبارک می بوده. این یکی از صورتهایی هست که خیلی رواج داشته در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت انس رضی الله تعالی اینو نقل کرده. بله. و مورد دیگری که خیلی مشهود بوده بازم حضرت انس رضی الله تعالی اونو روایت کرده که بازم صحیح هست، در صحیح مسلم هست و حتی امام بخاری رحمت الله علیه همین روایت رو به صورت مختصر آوردن، این است که در حجۃ الوداع رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که حلق کردند، موهای سر مبارکشون رو تراشیدند، موهایشون رو تقسیم کردند در میان اصحابشون
یعنی مویی را که میتراشیدند روی زمین نمیافتاد و وقتی که میتراشیدند خودشون میگرفتند و صدا میکردند فلانی فلانی میوندند به هر یکی چند تار مو در واقع میدادند، یعنی حتی نه که صحابه گرفته باشند، خود حضرت بله خود رسول الله صلی الله علیه و در این روایت اومده خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو تقسیم میکردند در میان اصحاب خودشون و اصحاب هم از این استشفا میکردند، اینو در آب میگذاشتند و به خاطر اینکه برکتی داشته باشه و حصول برکت بشه اینو در واقع مینوشیدند یا برخی از اینو در کفن خودشون مثلا میگذاشتند. یه موارد دیگر بله این مواردی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و جریان های زیادی هست مانند داستان صلح حدیبیه که شما تخصصتون هم که سیرت هست و در صلح حدیبیه واقعا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نهایت محبتشون رو و ارادتشون رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان دادن، به گونه ای که وقتی که نماینده مشرکان اومد و دید که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه اندازه ارادت دارند به رسول الله صلی الله علیه و سلم، دوست دارند ایشون رو، که میفرمایند حتی اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو میگرفتن کادو یقتتلون علی وضوئه، نزدیک بود که به خاطر آب وضوء رسول الله صلی الله علیه و سلم با هم دیگر درگیر بشند، نمیگذاشتند که آب دستشون روی زمین بیفته، دستشون آبی که وضوء میگرفتند یا حتی اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم آب دهانی میانداختند بعضی از اصحاب دستشون رو جلو میگرفتند بر روی زمین نیفته، اینو برمی داشتند به سر و صورت و بدن خودشون میمالیدند. این مواردی هست که ثابت هست و ما در این زمینه هیچ کسی یعنی جای انکار نداره و حتی جالب بازم حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایتی هست که امام مسلم این روایت کرده که معمولا چون که مادر حضرت انس رضی الله تعالی عنه محرم بودند با رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر یا نسبی یا بحثای در این زمینه هست به خاطر شیری و رضایی بوده، بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه ام سلیم که مادر حضرت انس هست زیاد رفت آمد میکردند، در روایت اومد اونجا رفتند و نماز خوندند، ام سلیم گفت که اینجا یا رسول الله اینجا دو رکعت نماز بخون که ما اینجا رو مسجد قرار میدیم برای خودمون، یعنی ام سلیم همیشه وقتی در خونه بودن در همون جای نماز میخوندند که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوندند، تبرک جستند و ام سلیم تعریف میکنند حضرت انس رضی الله تعالی عنه و معمولا رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی وقتی میرفتند برای استراحت خونه ام سلیم وقتی انس. که مادر انس در خونه نبودند میرفتند در همون جا و لحاف ایشون و بر روی بستر ایشون میخوابیدند. یک روز ام سلیم از راه میومد جایی رفته بود و وقتی که اومد مردم بهش گفتند که خوش به حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته اتاق تو و اونجا داره استراحت میکنه. ام سلیم رضی الله عنها وقتی که وارد اتاق خودشون شد دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم عرق کردن و عرق ایشون چکیده بر روی چرمی که در اونجا بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم روی اون استراحت میکردن. حضرت باقی مونده نه خود عرقش تازه بود بر روی چرم، بر هوا گرم بود عرق، یعنی جمع شده بود بر روی این چرم. حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها اومدند با پنبه و این عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جمع می‌کردند و اینو می‌گذاشتند و وقتی که این کار رو کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم بیدار شدند و دیدند که ام سلیم پنبه دستشون هست و دارند عرق های رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جمع میکنند. گفت که چیکار میکنی ام سلیم؟ ام سلیم گفت یا رسول الله نرجو برکته لسبیاننا، اینو به خاطر متبرک کردن بچه هایمون اینو میگیریم، یعنی به خاطر شفای بچه ها از این استفاده میکنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اصابتی، کار درستی رو انجام میدی، یعنی تایید کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم. مورد واقعا بسیار زیاد هست یا مانند جریانی که بازم در سفر هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد، زمانی که شون به مدینه منوره رسیدند و جریانی که رفتن مهمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنها شدند با جریان مفصلی که شطور رفت اونجا خوابید و حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه بردند سامان ها و وسایل رسول الله صلی الله علیه و سلم به خونه خودشون، مهمان بودند و خونه شون دو طبقه بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در طبقه بالا بودند و ایشون با خانمش در طبقه پایین بودند و وقتی غذایی رو میفرستادند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و غذایی باقی میموند، وقتی که برمیگشت حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنهم نگاه میکرد که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم کجای کاسه افتاده، دقیقاً از اونجا رو برمی داشتن دوباره این رو میخوردن.
این اثر انگشت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس بنابراین این نوع توسل جایز هست، هیچ گونه اشکال تبرک جایز هست و برکت داره، به تایید رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده، نه یک مورد، نه دو مورد، چندین مورد، گونه های متفاوتی بوده از خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اینکه از آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم موی ایشان بوده باشه یا موارد دیگر، این ثابت است. و جریان حضرت ابو دجانه عکاشه، عکاشه که تعبیر جالبترش هست و صحیح‌ترش هست، که در آخرین روزهای حیات حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون اعلام کردند که ای بندگان الله، من هر کسی که بر من اگر یک موردی بوده که من بهش ظلم کرده باشم، یک کسی رو زده باشم، از من گلایه‌ای داره، میخواد که تلافی بکنه از من، امروز قصاص بگیره، جایش الان هست. هر کسی رو که فرمودند هر کسی میخواد از من قصاص بگیره، من کسی رو ناخواسته زده باشم، از من ناراحت شده باشه، از من گلایه‌ای داره، من نمیخوام که پیش پروردگارم برم و حق کسی برگردن من باشه. خلاصه هر کسی از شما حقی داره، بیاد این حق خودش رو امروز در دنیا از من بگیره. خب طبعا این برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قابل تحمل نبود، یک سنگین بود، یک جو و یک حالت بسیار روحانیه. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کردن به گریه کردن. کسانی که حاضر بودن فدا بشن، قطع قطع بشن، تا روی اثر مبارکش کم نشه. الان حضرت میفهمن در کی میخواد به قصاص بگیرد. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه خودش رو سپر کردن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اونهایی که اهل مدینه که پیمان بسته بودند که ما تو را مانند جان خودمون، اموال و زن و بچه خودمون حفاظت میکنیم، و واقعا این کار را هم انجام دادن. الان کسی بیاد از دوستان رسول الله، اصحاب رسول الله که بیش از 10 سال در مدینه در واقع با اونها بوده، تربیتشون کرده، بزرگشون کرده، مسلمانشون کرده و مبارکشون کرده، بیاد بگه که خب بیاد از من تلافی بکنید، قصاص بگیرید، اگر کسی رو من سیلی زدم بیاد به من سیلی بزنه، واقعا این حرف بسیار سنگینی بود برای صحابه. در همین اثنا عکاشه بلند شد، یا رسول الله، من از شما حقی دارم که به من پرداخت نکردید، من از شما طلبی دارم، من میخوام شما رو قصاص بکنم. گفت که میخوای قصاصم بکنی؟ گفت بله، شما خودت گفتی که الان هر کسی حقی داره بیا حق خودش رو بگیر از من. میگوید که عکاشه بلند شد، گفت یا رسول الله، در فلان غزوه وقتی که بودیم شما داشتی با چوب دستی خودت صف و راست میکردید، به من یکی اشاره کردید، محکم به من خورد و من ناراحت شدم و من میخوام الان قصاص بگیرم از شما. چوب دستی شما به من خورده بوده و من میخوام که تلافی بکنم. بله، احساس درد کردم، میخوام که تلافی بکنم. گفت که خب دستور دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم که برید همون چوب دستی مرا که در فلان غزوه همراه من بود همونو بیاورید. چوب دستی رو آوردند و داد دست عکاشه که بیا بگیر، اگر میخواید تلافی بکنی، قصاص بکنی، این چوب دستی. گفت یا رسول الله، تو اون غزوه که من بودم، من پیراهم تنم نبود، اوریان بودم بخش، بله، بدنم برهنه بود و این چوب دستی شما وقتی خورد به پوست من اصابت کرد، الان شما لباس پوشیدید، من میخوام که این قسمتی از بدنتون رو یعنی برهنه باشه، بلند بکنید پیراهن خودتون تا این من بزنم. وقتی که صحنه بسیار سنگینی بوده، یعنی برای حتی روایتش سخته، چه برسه به تحملش. بله، نهایتا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیراهن خودشون رو کنار زدن و حضرت عکاشه رضی الله تعالی عنها به جای این که چوب دستی رو بزنن بر بدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیراهن خودشون هم کنار زدند و بدن خودشون رو مالیدن به بدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفتند یا رسول الله، من میخوام که آخرین لحظات زندگی من و روزهایی که آخر وفات زندگی شما هست، من میخوام که بدن ما، من به بدن شما چسبیده باشه و به این وسیله من مبارک بکنم بدن خودم رو. الان تصور بکنید که در مسجد النبی در اون حالت مردم چه وضعیتی رو داشتن، گریه که قبلا داشتن برام. این مواردی هست که واقعا ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک بوده و کسی رو این موارد حرفی رو نداره، تمام مسلمانان در این زمین اتفاق نظر دارن. پس بنابراین تبرک جستن به اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به امروز هم ممکن هست، وجود داره،
بخش اول. بخش اولش بلد. هیچ گونه اشکالی هم نداره، دلایلش از قرآن هست و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فراوان هست و امروزه هم برای هر مسلمانی میسر هست که تبرک بجوید به اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم، زندگی خودش را، وجود خودش را مبارک بکند، قلب خودش را پویا بکند و صیقل بدهد، با اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب الله متعال قرار بگیرد و پاک و صاف بشود از گناهانی که انجام داده. مورد دوم و مورد دوم امروزه وجود نداره، یعنی تبرک به ذات رسول صلی الله علیه و سلم با آثار ایشون فقط خاص صحابه بوده؟ نه اینکه خاص صحابه بوده، بعد از صحابه هم وجود داشته در زمان تابعین و تبع تابعین. منظورم این است که آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم امروزه وجود ندارند، چون آثار بله. خود ذات نازنینشون که خب بالاخره در بله. داخل آرامگاه مبارکشون هست، ولی بله. موضوع آثارشون اگر الان ثابت بشه چی حضرت مولانا؟ مثلا ما میفهم حالا چون خیلی این شایع هست، میخوام چون برای بینندگان عزیزم این موضوع واضح بشه، جاهایی ما میشنویم که گفته میشه حالا عبای رسول صلی الله علیه و سلم هست یا عصای ایشون هست در موزه های مختلف، در مساجد شهرهای مختلف دنیا که موی نازنین ایشون هست، یا کفشی نسبت داده میشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا از این مواردی که ما میشنویم. آیا این حکمی که شما فرمودید که صحابه نسبت به این آثار و یا حتی تابعین که برای اونا ثابت شده بود که این آثار نبی علیه السلام هست تبرک می‌جستن، آیا برای ما الان این جواز داره که ما بریم و از اینها تبرک بگیریم؟ در مرحله اول عرض کردم که چون این چیزی وجود نداره، یعنی با دلیل قانع کننده و دلیل مسلمی امکان نداره که ثابت بشود که فلان تار مو مثلا از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، فلان عبا یا فلان عمامه از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. از نظر ظاهری چون این دلیلی وجود نداره و انسان نمیتواند که چون این امری رو اساسا ثابت بکنه که این مال رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بالفرض محال اگر ثابت شد، بالفرض محال که عرض کردم که هیچ مواردی که ادعا می شود که مال رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، از تار موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمامه رسول الله یا کفش و نعل رسول الله یا عبای رسول الله، هیچ کدام از اینها نسبتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارند و با دلیل قانع کننده ثابت نشده که اینها از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند و متبرک باشند. پس بنابراین نمی شود اعتماد کرد به اون چیزهایی که امروزه استدلال می شود. ثابت بشه، اگر ثابت بشه برامون اصل خودش باقی هست، یعنی اگر واقعا از لحاظ علمی با تمام جوانبش ثابت شد که فلان شی مال رسول صلی الله علیه و سلم بوده و شک و شبهه هیچ کسی نداشت که یقینا ما به این علم یقینی رسیدیم که ایشون این شی مال رسول صلی الله علیه و سلم است، حکمش همچنان باقی است و میشه بهش تبرک جست. بله حکمش همچنان باقی هست، در حیات رسول الله بوده و بعد از وفات رسول الله هم وجود دارد، اما به شرط این که با دلیل قانع کننده ثابت شده باشه که فرانچیز به مال رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و نسبتش درست باشد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اگه شبهه درش باشه که شاید حالا مثلا لحاظ تاریخی ثابت بشه، نمیشه تبرک جست. نه وقتی که شبهه وجود داشته باشه، انسان رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که من اتخذ شبهات فقط استبرع لدینه، انسان وقتی که از جاهای شبهه خودش رو دور بکند این به معنی این است که دینش در واقع کامل هست. وقتی که ثابت نیست که این اشیاء از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، عرض کردم که باید ثابت شده باشد و وقتی هم که ثابت نشده باشد عقلانی هم نیست که ما بیایم به این موارد در واقع تبرک بجوییم، زیرا که این اساسا ثابت نیست که این اشیاء از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن و برکتی رو هم در واقع ندارن. اگر حضرت مولانا این نسبت مثلا به غیر رسول صلی الله علیه و سلم، آثارش آثار غیر رسول صلی الله علیه و سلم از صحابه، از اهل بیت بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم جایی بوده باشه آثاری، آیا نسبت به آثار غیر رسول صلی الله علیه و سلم هم تبرک جسته شده در زمان مثلا ثبوت این آثار، مثلا در زمان حیات بعد شهادت مثلا سیدنا عمر یا وفات سیدنا ابوبکر یا سیدنا علی و حسنین رضی الله عنهم اجمعین یا دیگر اهل بیت و صحابه که ازشون آثاری باقی مونده و مطمئنم هستیم که این آثار مال اونها بوده در زمان خودشون یا بعد ازشون، که به آثار اونها تبرک جسته شده باشه با تأسی به بعد این حجت که آثار رسول صلی الله علیه و سلم چون متبرک بوده و ثابت هم شده بهش اختلاف امروش نیست، این رو تعمیم بدیم به دیگر اهل بیت و اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم.
در مورد بقیه افراد، یعنی تبرک جستن به اولیاء الله، به صالحین و به علما، تبرک اینها یک نوع تبرک در واقع معنوی هست، نه تبرک ظاهری و حسی نیست. یعنی وقتی ما میگیم فلان عالم یا فلان اولیاء الله یا فلان انسان، انسان مبارکی هست، بدین معنی نیست که ما میتوانیم بریم که دست بکشیم روی بدنیشون یا لباسیشون در واقع مبارک هست، اونو بگیریم از این استشفا بکنیم و اینو به عنوان درمان برای خودمون استفاده بکنیم. این صرفا عرض کردم قبلا هم که مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چون که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا انسانهایی بودند که در درجه بالایی از اولیاء اللهی بودند و انسانهای مبارکی بودند، صحبت بیشتری با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اونها را تعریف کرده، مانند اویس قرنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته اگر دیدید اونو از اون طلب دعا بکنید، یا موارد دیگری که از این قبیل هستند. و عملا اجماع هست در زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اعمالی رو که اصحاب رسول الله نسبت به ایشان انجام میدادند، مانند این که دست مبارکشون رو در آب میزدند، حضرت انس تعریف میکند، یا بقیه موارد، در زمان حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نبوده. به تعبیری دیگر آنگونه که اصحاب رسول الله از خود رسول الله و آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک میجستند، از ذات خود خلفای راشدین و از آثارشون تبرک نجستند. این بدین معنی هست که در واقع تبرکی را نداشته و این خصوصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بخاطر عظمت شانشون، عظمت و شانشون و وحی که در واقع بر ایشان نازل میشد و این که رسول الله را، الله رسول الله صلی الله علیه و سلم را انتخاب کرده بودند. و تبرکی که از اولیاء الله و از علما و از اهل علم و اولیاء الهی حاصل می شوند، این یک نوع تبرک معنوی هست نه حسی. بدین معنی که انسان وقتی که با اولیاء الله مثلا مجالستی رو داشته باشه، تشویق میشه، به ایمانش قوی میشود و ترغیب میشود به عبادت، تأثیر میکند به اخلاقش، به عباداتی که انجام داده، و آرامش خاصی وقتی که در حضور نشسته احساس میکند. اینها یک نوع تبرک هستن. وقتی که شما با یک عالم و یک انسان نیکوکار و اولیاء الله همراه میشوید، هم صحبت میشوید، قطعا اون تأثیری رو بر وجود شما داره، شما تقویت میشوید در بعد عبادت، حداقلش برای چند روزی مواظب اعمال خودتون، مواظب گفتار خودتون هستین. این یک نوع تبرکی هست، تأثیرپذیر هست. بدین خاطر است که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اونهایی که شبانه روز الله متعال را ذکر میکنند، اگر تو هم نشین تو این انسان ها باشند، قطعا هم تو هم مانند اونها الله متعال را ذکر خواهی کرد. پس بنابراین تبرک از اولیاء الله و از علما صرفا در همین اندازه هست که یعنی انسان تشویق بشود برای عبادت، ایمانش یک مقدار قوی تر بشود، اعتمادش و یقینش به الله متعال بیشتر بشود، احساس بکند که به الله متعال نزدیکتر هست. این به صورت کلی نوع اول هست، یعنی توسل به تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به اتباع رسول الله که نوع اول بود، به آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم، به ذات و آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم، تبرک به علم علما که بروید یک حکمی را از اونها یاد بگیرید، توسل به تبرک به این که تشویق بشوید، ترغیب بشوید، ایمانتون قوی تر باشه، این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و طبعا این حاصل می شود. اما این که بروید یعنی کفش یکی از علما رو یعنی روی سر خودت بگذاری، دستت رو به لباسشون بمالی و آب وضوش رو بخواد بخوره یا سر و روی خودش رو بشوید باران، این موردی هست که یعنی ثابت نشده. قبلا هم عرض کردم که برکت باید دلیل شرعی داشته باشه، یعنی صرفا از جانب الله و رسول الله اعلام شده باشد که فلان چیز برکت داره. ما از کجا بفهمیم که فلان عالم برکت داره؟ از جانب الله و رسول دلیلی در این زمینه وجود ندارد که هر کسی که به طور مثال عالم باشد یا اولیاء الله باشد، ما میتونیم این برکت رو از اون حاصل بکنیم. اما علمش برکت داره، بله، علمش... چون آیه قرآن میخونه، چون روایت رسول صلی الله علیه و سلم میخونه، اون ثابت، اون ثابت هست و اون تشویق و ترغیبی که انسان میشه، ایمانش قوی میشه، ارادت و یقین بیشتری به الله متعال حاصل میکنه، این تبرکی هست که میشود از اولیاء الله حاصل کرد. اما به ذاتشون یا به آثارشون تبرکی وجود نداره. این
نوع اول بود و نوع دوم هم تبرک به اقوال و اعمال هست، یعنی تلاوت کردن قرآن کریم و ذکر و اورادی که انسان در واقع میخواند و عبادات به صورت کلی وقتی که انجام میدهد، مانند این که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند هر کسی که آیت الکرسی را یا مثلا معوذتین را بخواند یا قل الله احد و معوذتین را بخواند بعد از هر نمازی از شر جنها حفاظت میشود، کسی که نماز صبح را بخواند در ذمه و حفاظت الله متعال هست. اینا یک نوع تبرکی هست که از عبادت در واقع حاصل می شود و دلیل کلیش هم در قرآن کریم در سوره اعراف هست که الله متعال می فرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل قرى یعنی انسان ها اگر ایمان بیاورند و تقوا رو پیشه بکنند متقی باشند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما دروازه های برکت خودمون رو از آسمان و زمین بر اونها نازل می کنیم. بدین معنی که بله که ایمان و تقوا به صورت کلی گفتار و کردار نیک و صالح سبب برکت در وجود انسان و برکت در دارایی انسان خواهد بود. حضرت مولانا حالا بخاطر اینکه یک شبهه هم شاید باقی مونده در بحث آنچه که شما فرمودید گفتار نیک و اعمال نیک، آیا موضوع بحث ذکرهایی که خوانده میشه مثلا یک آبی رو میبریم برای کسی مثلا، حالا عالم شما فرمودید که به خود آثار اولیا به جز رسول صلی الله علیه و سلم تبرک جسته نمیشه، اما یک عالمی رو آبی رو میبریم مثلا میخونه این آب مبارک میشه، این داخل میشه در بحث اقوال و افعالی که شما گفتید؟ بله، این تبرک به عالم نیست و عالم از خودش تبرکی رو نداره. این موردی هست که تبرک به آیات قرآن کریم هست، خود تلاوت قرآن کریم، آیات قرآن کریم، اساسا خود قرآن شفا هست و یکی از گونه های شفا این است که این رو بخوانند بر بیماران بدمند. این ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون میخوندند معوذتین را قبل از خواب همیشه میخوندند، به اضافه سوره قل والله احد سوره اخلاص میخوندند و بر دستای خودشون میدمیدند و بر تمام بدن خودشون رو دست میکشیدند. این ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، دم کردن هست. یا صحابی که دم کرد سوره فاتحه رو خونده بودند و حتی یک موردی رو هم دریافت کرده بودند، گوسفندانی رو گرفته بودند به عنوان مزد، اومدند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم چون این کاری رو کردیم، یک فردی عقرب نیشش زده بود، ما رفتیم براش رقیه شرعی خوندیم، آیت قرآن رو خوندیم، رسول الله فرمودند که چی خوندید، گفتیم سوره فاتحه رو خوندم و رسول الله صلی الله علیه و سلم تأییدش کردند. یعنی خواندن قرآن کریم و دمیدن بر بیمار رو هم خودشون انجام دادند و هم صحابه انجام دادند، ایشون تأییدش کردند، پس بنابراین دلیل شرعی داره و از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که ایشون قرآن می‌خوندند و بر آب هم میدمیدند، یا چه بر خود بیمار بدمند یا در آبی بدمند و این آب رو بیمار بشوی در واقع بنوشد، یا اینکه در واقع روی خودش را بشوید، این از نظر شرعی اشکال ندار. این تبرک به قرآن هست نه به تبرک به اولیاء الله. خیلی ممنونم حضرت مولانا، اجازه بدید ممنون شما با بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان.
تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس. بعد سال مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، در آنچه که از وقت برنامه گذشت حضرت مولانا درباره موضوع تبرک و انواع شرعی آن سخن فرمودن و یک سه قاعده کلی ذکر شد که همه برکت ها از آن الله متعال است. اول، دوم اینکه هر آنچه که در باب تبرک استفاده میشه باید از کتاب و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم، از قرآن کریم و روایات صحیح رسول صلی الله علیه و سلم دلیلی برای اثبات متبرک بودنش وجود داشته باشه. و موضوع سوم هم نحوه تبرک جستن ما هم باید در چارچوب شرع مقدس باشه تا بتونیم که ادعا بکنیم این تبرک ما یک تبرک شرعی است. در باب بیان اقسام تبرک شرعی هم حضرت مولانا مواردی رو اشاره فرمودن، 5 مورد از تبرک شرعی و مجاز رو، که اولین موردش تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و تبرک به ذاتشون و آثارشون که خاص خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. این نوع تبرک به غیر از تعمیم دادنش به دیگر اولیای الله متعال و موضوع تبرک به فعلشون و منهجشون و دستوراتشون و اتباع از ایشون، که این تبرک برای دیگر اولیای الله متعال هم هست که ما در رفتار اونها آنچه که مطابق با کتاب سنت هست از اونها اتباع میکنیم. و موضوع تبرک اول رو حضرت مولانا به تفصیل توضیح دادن و موضوع دیگری رو هم جناب مولانا در حال صحبت بودن و برمیگردیم به ادامه موضوع. حضرت مولانا موضوع دوم رو هم فکر کنم درباره تبرک به بحث اقوال و اعمال اشاره فرمودید. غیر از این در مورد قسمت و نوع سوم تبرک، تبرک به اماکن هست، اماکنی که الله متعال این اماکن رو مبارک قرار داده، اعلام کرده که من در این اماکن برکت و خیری رو قرار دادم. و همان گونه که عرض کردم نوع حصول این برکت رو هم الله متعال معرفی فرمودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمل و سیره خودشون این رو برای ما تبیین کردند. این اماکن ما داریم که مبارک هم. مبارک است. اما مبارک است به چی معنی؟ به این معنی است که ما خاکشون رو بگیریم، رو بدنمون بمالیم، یا به قول معروف خاکشون رو سرمه چشم خودمون بکنیم، یا به چگونه هست. عرض کردم که خود این مبارک بودن باید ثابت باشه از جانب الله و رسول. بله. و در مرحله بعدی نوع حصول تبرک، چه نوع تبرکی حاصل میشه و از چه طریقی و چه زمینه این تبرک به ما منتقل میشه، این برکت رو. اون یک موضوع دوم هست که انشالله به اون هم اشاره کردم و باز هم انشالله توضیح خواهم داد. یکی از اماکنی که الله متعال اون را مبارک قرار داده شهر مکه هست و حرم مکی هست که از جانب الله متعال انتخاب شده و برکتی رو الله متعال در آن قرار داده، که در سوره آل عمران صراحتا این مطلب رو الله متعال بیان فرمودند که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین. اولین خانه ای را که الله یعنی قرار داده شده برای عبادت الله متعال و ساخته شده به هدف عبادت الله متعال، آن خانه ای هست که در مکه هست، یعنی یکی از نامه های مکه بانه. که در مکه هست، یعنی خانه کعبه و بیت الله الحرام هست، که صراحتا الله متعال می فرماید که مبارکن، الله متعال این رو مبارک قرار داده، در اون برکت هست و هدن للعالمین و مایه هدایتی هست برای عالمیان هست. برای 96 عالم. پس بنابراین یکی از جاها و اماکینی که مبارک هستند خود شهر مکه، حرم مکی هست، به خاطر دعایی که حضرت ابراهیم علیه السلام کردن برای مکه مکرمه، و خود کعبه هست، کعبه معظمه هست، و به اضافه اون مواردی که در پیرامون کعبه هستن مانند آب زمزم و بقیه مواردی که در واقع نفس سری در مورد اونها اومده باشه. پس بنابراین یکی از موارد و یکی از مکانهای مبارک در دنیا مکه مکرمه هست.
و یکی دیگر از مکانهای مبارک مدینه منوره هست، شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم، مدینه النبی، که باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش دعا فرمودند و گفتند که همان گونه که ابراهیم علیه السلام مکه رو حرم قرار دادند، من مدینه رو هم حرم قرار میدم و دعا فرمودند برای مدینه منوره به خاطر، یعنی دعای برکت فرمودند و الله متعال دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبول کرد. و روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هست که میگوید وقتی که در مدینه یک میوه جدیدی نارسی به در واقع می اومد به بازار، اولین میوه‌ای که در مدینه میرسید اینو می آوردند خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردند، میدادند دست رسول الله و رسول گرامی اسلام دعا میفرمودند و بعد از این نگاه میکردند کوچکترین کسی رو که در حلقه بود و حضور داشت، یعنی کودکی که بود، اینو به اون میدادند. سمت راست، بله، این عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و دعایی رو که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کردند این است که رسول گرامی اسلام دعا میفرمند که اللهم بارک لنا فی ثمرنا، پروردگارا در ثمره ها و میوه‌جات ما، یعنی در مدینه منوره، برکت بده. و بارک لنا فی مدینتنا، پروردگارا در مدینه ما و شهر ما برکت بده. و بارک لنا فی ساعنا، در ساع ما، یعنی در پیمانه ما، یعنی در رزق و روزی که در مدینه هست، هم برکت قرار بده. و بارک لنا فی مدنا، و در مد که اینو پیمانه کمتر از سا هست، یعنی تقریبا به اندازه کف دست، رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای برکت کردن. یعنی این که زندگی در مدینه خودش یک نوع برکت هست، استفاده کردن از ثمر مدینه و میوه‌جات خود مدینه برکت هست، و خصوصا در نخل های مدینه و خصوصا در نخل عجوه که باز یک مزیت خاصی رو دارن، و خود کیل و به اصطلاح میزانی که در مدینه هست، وزن و کیلی که در مدینه هست، این رو الله متعال یک نوع برکتی رو داره. کسانی که در مدینه برکت، بله، برکت داره به صورت کلی. حتی کسانی که، یعنی تجربه هم ثابت شده، کسانی در مدینه هم زندگی کردن، در جاهای دیگه زندگی کردن، وقتی که مصارف خودشون رو، خرج زندگی خودشون رو در مدینه و در غیر مدینه مقایسه کردن، دیدن که نه، در مدینه خیلی به اصطلاح زندگی راحت‌تر بوده، مخارج سبکتر بوده و اساساً خوراکی ها و زندگی در مدینه برکت خاصی رو داشته، که برای کسانی که در مدینه هستن قطعاً این رو تجربه کردن. و یکی دیگر از برکت هایی که مکه و مدینه دارن، برکت عبادت هست که در مدینه، در مکه مکرمه و در حرم مکی هر نمازی 100,000، یعنی ثوابش بیشتر هست، و در مساجد دیگر و در مدینه منوره 1,000 نماز، این هر نمازی معادل با 1,000 نماز هست. این یکی از ویژگی ها و نوع برکت هایی است که الله متعال در مدینه قرار داده، و همچنین برکتی رو که الله متعال در قدس قرار داده، در مسجد الاقصی قرار داده، که بازم دلیلش از قرآن هست: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله، که الله متعال صراحتا میفرمون که حول این را، پیرامونش را ما برکت دادیم. و همچنین در مورد، در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اومده که نماز در مسجد الاقصا 500 برابر ثوابش بیشتر از نماز در جاهای دیگر هست، و بدین خاطر هست که سفر کردن به قصد عبادت به این سه شهر و این سه مسجد جایز هست. رسول الله، برکت اونجا بیشتر، برکت هست، این برکت عبادت، برکت در عبادت هست. دو رکعت نمازی رو که شما میخونید، به جای 100,000 نماز در مکه، 1,000 نماز در مدینه، 500 نماز در مسجد الاقصا، این در واقع ثوابش اضافه می شود. و یا همچنین در مورد شام روایتی رو داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، که حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع هم پیامبرانی که به صورت کلی در شام بودن، حضرت ابراهیم و لوط و بقیه پیامبران، و الله متعال در مورد حضرت ابراهیم وقتی که اونها را نجات داد میفرماید و نجیناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، ما اونها را نجات دادیم به سرزمینی که ما در اون سرزمین برکت داده بودیم. این در مورد شام هست، و روایتی هم در این زمینه
بله به صورت کامل شمارش جزیره وجود داره، بل هم آیه وجود داره و هم احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله در این زمینه صراحت دارند و روایات صحیح وجود داره. در مورد یمن برکت عبادی نیست دیگه، نه برکت عبادی نیست، برکت در زندگی در اونجا هست، رزق روزی هست بخواد و موارد دیگری که در انسان نیاز داره برای امرار معاش خودش. در مورد یمن اومده و روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه از در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای برکت کردند برای یمن، اللهم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، فرمودند در صحیح بخاری پروردگارا در شام ما و در یمن ما برکت قرار بده. و این مواردی هستند که مورد یعنی تایید هستند از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما آنچه را که عرض کردم به این معنی نیست که خاک این سرزمین متفاوت با خاک جاهای دیگر هست. خاک مکه و مدینه شفا نیست. این گونه نیست که انسان برود در مکه و مدینه خودش رو برهنه بکند، بر روی خاک مدینه بغلطد تا اینکه الله تعالی مرا شفا بدهد، یا اینکه خاک مدینه رو بردارد و بخورد، یا متاسفانه مواردی که سنگ‌های از کوی احد برداره با خودش ببره، از قبرستان بقیع باشه، از کوی احد باشه، از مکه باشه، یا از هر جای مدینه باشه. بله، مکه و مدینه مبارک هستند، احد مبارک هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که احد کوهی است که ما را دوست دارد، ما هم احد را دوست داریم. در مورد قبرستان بخی فضائلی هست، رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه میرفتن، اضافه بر اون فضائلی که کل شهر مدینه دارن. اما باز هم یک مورد هم ثابت نشده که یکی از ساکنان مدینه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده باشند، خاکی رو از اینجا گرفته باشند برای شفای بیماری خودشون، اون را خورده باشند یا بر بدن خودشون مالیده باشند، یا از خاکش تبرک جسته باشند. این گونه نیست. تبرک در این زمینه ها تبرک در عبادت هست، تبرک در زندگی هست، تبرکی هست که در رزق و روزی این اماکن وجود داره و انسان وقتی که در این زمینه زندگی بکنه در اینجا قطعا از این برکت بهره مند خواهد شد، به اضافه برکت اتباع و پیروی از رسول الله و همشهری بودن با رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک فضیلت خاصی رو داره. خیلی ممنونم حضرت مولانا، وقتمون به پایان رسید فکر کنم، اما به پایان آمدیم، دفتر حکایت همچنان باقی است. انشاءالله اگر اجازه بدید به همراه شما و بینندگان عزیز در برنامه بعد موضوع رو ادامه بدیم و شبهاتی که احیانا در این باب مطرح میشه. اگر صحبتی دارید به من آخرین صحبت با بینندگان در خدمت شما. انشاءالله که برنامه رو یعنی خود این موضوع رو به خاطر اینکه اهمیت ویژه‌ای داشت و متاسفانه این موارد برای مردم تفکیک نشده بوده، یعنی توسل تبرک مشروع و غیر مشروع و نحوه حصول برکت و تبرک جستن، من به خاطر این مقدار اینو مفصل‌تر خدمت بینندگان عزیز عرض کردم و ادامه برنامه هم که در برنامه بعدی موضوع رو ان شاءالله ادامه خواهیم داد. به اضافه و شبهات که احیانا در این زمینه هم وجود داشته باشه، انشاءالله مهمترین شبهات رو هم بررسی خواهیم کرد. خیلی ممنونم، لطف کردید از اینکه وقتتون رو در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید، استفاده کردیم. همچنین از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر خاص دارم. یک پوزش هم نسبت به عزیزانی که دوست داشتن در موضوع برنامه مشارکت بکنن، به خاطر اهمیت موضوع و اینکه موضوع مرتب‌تر باشه، ما تماس‌های شما رو برنامه بعد موکول کردیم تا موضوع کامل بشه و انشاءالله بعد از اینکه موضوع کامل شد و همه جوانب مطرح گردید شبهاتی هم مطرح خواهد شد. و باز حتی اگر در ذهن عزیزی باز سوالی باقی مانده بود حتما نشان رو در برنامه پیش رو سوالهای شما رو هم خواهیم داشت در باب تبرک و ادامه موضوع تبرک. علاوه بر اینکه میتونید نظرات پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه و موضوع برنامه با ایمیل شخصی بنده سلیمانی @sanhaq.tv در میان بگذارید و انشاءالله حتما احمد جان برای شما زنیوس خواهد کرد. در برنامه‌های بعدی مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگان خودمون رحمت، بخشش، مغفرت رو خوانیم و برای خودمون فهم صحیح دین و استقامت بر مسیر توحید تا آخرین لحظه حیات و تمسک به اوامر و نواهی، تمسک به اوامر الله متعال و رسولش و اجتناب از نواهی و معاصی به هدف کسب رضایت الله متعال. تا برنامه بعد همه شما خوبانا دوستان و عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یارم نگهدار شما.